بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما شما که از در قسمت NID and PIDs. NID مخفف Network ID، PID و مخفف چی است؟ مخفف Broadcast ID. روز دوستان در جلسه قبلی که ما شما درس خود خواندیم، وقتی که کلاس ها رو ما شما صعود میکردیم که در هر نتورک چقدر خاص موجود است. اگر یادتان باشه فرمول خاص چی رقم بود؟ 2^H همیشه قاعده را منفی 2 میکردیم. به خاطر منفی 2 میکردیم به خاطر که در هر نتورک دو آدرس قابل استفاده نیست، یکیش NID است یکیش هم BID است. NID و BID هرگز قابل استفاده نیستند. NID کدام آدرس هم میگم؟ گفته وقتی که تمامی بیت هایی که مربوط هاست است تمامشان آف باشن. BID کدام آدرس هم میگم؟ گفته وقتی که تمامی بیت هایی که مربوط هاست است تمامیشان آن باشن. این دو آدرس هرگز قابل استفاده نیست. به عنوان مثال برتان یک مثال بدم. مثال چی رقم است؟ فرض نگید ما شما یک آدرس داریم. آدرس ما چی رقم است؟ 10111. آیا یک آدرس NID یا آدرس BID است یا یک آدرس ولید آدرس نرمال است؟ بگیم ما شما ثبتش کنیم. میگیم باینری عدد ده چند میشه؟ 128 آف، 64 آف، 32 آف، 16 آف، 8 آن، 4 آف، 2 آن، 1 آف. اینی باینری عدد ده است. باینری عدد یک چی رقم میشه؟ باینری عدد یک مثلا فرض کنیم امی یک آنها باشه ایزر متفاوت میگیریم شد ایره دو میگیرم ایره دو میگیرم ایره سی میگیریم. باینری عدد یکی رقم است 128 64 32 16 8 4 2 1 باید این یک آن شبه. باینری عدد دو جان میشه 128 64 32 16 8 4 2 1 دو را آن ساختم. باینری عدد سه جان میشه 128 64 32 16 8 4 دو یک آن میسازم که چه شد تشکیل شده سه تشکیل شده. یعنی اینی آدرس از 32 بت تشکیل شده، اینی که از 32 بت است امو باینری اینی آدرس است. خب بگه پخمه فهمیدم. حالا میخوایم که فهم که آدرس گفتیم NID یا BID است. NID چی زمان گفتم میشه؟ زمانی که تمام بت هایی که مربوط به هاست است، یعنی سه پرشن مربوط به هاست میشه تمام بت ها تمامشان اینی رقم آف شوان آف شوان اینی هم آف شوان. زمانی که یا آف شد کدام آدرس تشکیل میشه؟ آدرسی تشکیل میشه اینی آدرس است. یعنی که تمام 24 بیت یک مربوط هاست است تماماً بیت ها کلشان آف است. پس اینی آدرس است که آدرس است به نام چی یاد میشه؟ اینا میگن به نام آدرس NID. NID ریزرف است. اگر کسی از شما پرسان میکنه که چرا NID ریزرف است، فعلا وقت بس کردنش میذارم براش بس کنم که NID چرا ریزرف است. اما درس های بعدی که رسید یک درس به نام راوتینگ است. درست است؟ یک درس به نام راوتینگ است. یک راوتر چی رقم کار میکنه؟ باز راوتر اساس یک تیبل داره به نام راوتینگ تیبل میگنشه. همین تیبل است که بر اساس این راوتر تصمیم میگیره که باید دیتا ها را از کدام اینترفیس خود اوت کنه. راوتینگ تیبل که است در کل همیشه در نزد خود NID ها را ذخیره میکنه. یعنی راوتر وقتی که بخوای راوتینگ کنه همیشه به نتورک آیدی ها ضرورت داره. به این خاطر است که ما شما NID را با کمپیوتر خود ست کردن نمیتونیم، به خاطر راوتر و راوتینگ استفاده میشه. اگر من قسمت اینستیتوت سیپیل بیم بالا اینترفیس ادارت کلیک کنم قسمت پراپرتیز میگم که میخوایم آدرس ست کنم. کدام آدرس هم میخوایم ست کنم؟ میخوایم ست کنم مثلا 10000. همین اوکی کنی و شما وارنینگ میده، میگه آدرس NID برای کمپیوتر تو قابل استفاده نیست. پس چی وقت آدرس BID میشه؟ زمانی که تمام بت هایی که مربوط به هاست است تمامشان آن شوند، یعنی که تمام بت ها به این شکل آن شوند. اینه به این شکل. زمانی که تمام بت ها آن شد کدام عدد تشکیل میشه؟ عددی که تشکیل میشه اینی عدد است، اما آدرس یک تشکیل میشه. آدرس یک تشکیل میشه 255 255 255. یعنی که تمام 24 بت کلش آن شده که 255 255 255 شده. پس این نوع آدرس برام چی یاد میکنه؟ برام آدرس BID، برودکاست آیدی. برودکاست آیدی که از این قابل استفاده نیست. این چرا قابل استفاده نیست؟ بخاطر برودکاست کردن. به عنوان مثال اینی سویچ شما یک سویچ است فرض میکنیم. ما چند تا پیسیون ترسیم میکنم، اینی فرض میکنیم یک پیسی است، اینی هم فرض میکنیم که دیگه پیسی است، اینی هم دیگه پیسی است، اینی هم دیگه پیسی است. چند تا پیسی وجود داره؟ 4 تا پیسی وجود داره که تمامیشان این رقم به طرف چی کانکت هستند؟ دیگه به طرف سویچ به این شکل کانکت هستند. آها، فرض میکنیم که آدرسی که داخل پی سی استفاده شده چند است؟ 10001 مثلا، 10002، 10003، 10004. اگر تو بخوای که آها با پی سی ارتباط بگیری، مثلا میخوایم که ما از پی سی اول مک پی سی دوم پیدا کنم. زمانی که پی سی ها بخوان به همدیگه ارتباط بگیرن باید حتما از طرف مثلا پی سی اول میخوای با مک پی سی دوم بفهمه.
یعنی که میخوای با پی سی دو ارتباط بگیره. هدف ما اینه که پی سی اول با پی سی دو ارتباط بده. زمانی که تو میخوای پی سی اول با دو ارتباط بدی، باید پی سی اول هم مک رو بفهمه هم آی پی رو بفهمه. زمانی که شما داخل پی سی میرین، مثلا میخواین که با او ارتباط بگیرین، پنگش میکنین. وقتی که پنگ کردین، شما فقط آی پی را تایپ میکنین. زمانی که آی پی را تایپ کردین، باز یک پروتکل با نام چی کار میکنه؟ با نام پروتکل با نام ARP است، Address Resolution Protocol، پروتکلی که از طریق آی پی مک طرف مقابل پیدا میکنه. اگر شما فقط یک نفر را پنگ کردین، میتونی که مک یک نفر را بس برین. نفر دوم را پنگ کردین، میتونی که مک نفر دوم را پیدا کنین. اگر شما نفر چهارم را پنگ کردین، میتونی که مک نفر چهارم را پی سی اول چی کنه؟ بس بیاره. وقتی که مکش را پیدا کرد، باز وقت میتونه که پی سی اول و طرف مقابل که هر چیز خواست روان کنه. اگر شما به جای اینکه پی سی دوم با او ارتباط بگیرین، یعنی پی سی دوم پنگ کنین یا پی سی سوم پنگ کنین یا پی سی چهارم پنگ کنین، اگر شما اینی آدرس پنگ کنین 10.255.255 آها .255، زمانی که از شما از پی سی اول اینی آدرس پنگ کردین، به این معنی دینمی سوید تمام افرادی که نتورک داره دارن، تمامشان هدف هم است. باید تمامشان به طرف ما مکادرس خانه چی کنن دیگه سند کنن. باز وقت پی سی دوم روان میکنه، پی سی سیوم روان میکنه، پی سی چهارم روان میکنه. یعنی که ما شما از طریق یک آدرس تانستیم که با همگی ارتباط بگیریم. به این خاطر است که میگم برام برودکاست آدرس یا بی آی دی که ما شما ایلا کمتر خواست کردن نمیتونیم، این همه چکش میکنم، این بخاطر برودکاست کردن است. اگر شما بخواین که یک چیز یک دیتا را به همگی روان کنین، باز میشه که دستینشن ایلا بگیرین. یعنی به این معنی که تمامی کسایی که در نتورک دست این اگر مست کنم 10.255.255.255 اگر اوکی کنم قابل استفاده نیست با شما. به عنوان مثال ما در کلاس بی برتان یک مثال بدم. فرض میکنیم که 172.2.2.1 یک آدرس است. این آدرس NIDs و ویدی به ما شما ثبوت کنیم. باینری عدد 172 چند میشه؟ 128 آن میکنم. آها اگر ما شما 32 رو آن کنیم چی رقم میشه؟ باز 192 میشه. 32 باید آف باشه. لالا ما 16 رو آن میکنم. 32. 32 رو که ما جمع 128 کنم چند میشه؟ 32 جمع 128 میشه 160. اگر 16 رو آن کنیم 176 میشه. 16 رو آف میبانیم. فعلا چی رقم پیدا شده؟ 128 آن ساختیم همراه با 32 که 160 شده. ما 8 رو آن میکنم که 168 شد. 4 رو آن میکنم 172 شد. دو بتا متبقیش آف. اینی باینری عدد 172 است. دات میبانیم باینری عدد دو چند میشه؟ 1.264.32.16.8.4.2.1 1.264.32.16.8.4.2.1 باینری 1 1.264.32.16.8.4.2.1 آها، این آدرس ما شما میبینیم که در این آدرس چقدر بت مربوط به نتورک میشه؟ اینقدر بت مربوط به نتورک میشه، خوبی را کار نداریم. چقدر بت مربوط به هاست میشه؟ این 16 بت مربوط به هاست میشه. اگر این 16 بت تمامشان آف شوه آدرس NID گفتن میشه، اگر 16 بت تمامشان آن شوه آدرس BID گفتن میشه. اما فعلا میبینیم که نه تمامش آف است نه تمامش آن است، بلکه مکس است، هم صفر داره و هم یک داره. پس این آدرس کی است؟ یک آدرس ولت، یک آدرس ولت یا برش میگن آدرس یوسیبل، آدرس قابل استفاده است. اگر با چی شوه اینی هم باز آف شوه، اینی هم باز آف شوه، عددی که تشکیل میشه اینی عدد است. پس این عدد برای شما قابل استفاده نیست این آدرس. اگر تمام بت ها باز این رقم آن شون، باز کدام عدد تشکیل میشه؟ باز 255 255، که هم قابل استفاده نیست. در کلاس سی چی رقم مثال بودم برادار؟ 192 است مثلا. فرض میکنیم 10.5.1 است، یا فرض میکنیم .20 است. بیره ما شما ثبوت کنیم که باینری چند میشه. بختر پیدا کنیم باینری چند میشه، ما شما پرشن نتورک به آلات خودش نشته میکنیم، اید کار نداریم. فقط یک پرشن مورد هاست میشه که اون 20 است. باینری 20 چند میشه؟ باینری 20 که 128 64 32 16 آن 8 آف 4 آن 2 آف 1 آف، اینی باینری 20 است. آیا چند بیت گفتیم مربوط؟ اول شما سوال کنم که چند بیت مربوط به هاست میشه؟ مربوط به هاست کی است؟ 8 بیت میشه. 8 بیت اگر تمامش آف شد باز چی میشد؟ او عدد این آیدی گفته میشه. اگر 8 بیت تمامش آن شد بی آی دی گفته میشه. فعلا چی رقم است؟ نه تمامش آف نه تمامش آن، بلکه مکس است. پس ما شما میگیم که این عدد چی است؟ این عدد کی است؟ یک آدرس ولد است. ولد یا برش میگیم یوسیبل. اگر ای هم آف میشد، اگر ای هم آف میشد، باز عددی که تشکیل میشد این عدد بود. این عدد قابل استفاده نیست. باز اگر تمامشان آن شوند
کدام عدد میشه 255 میشه که این قابل استفاده نیست. در هر نتورک در کلاس ای ما شما چقدر نتورک داشتیم؟ 128 نتورک. در هر نتورکش این دو عدد قابل استفاده نیست. در کلاس بی چقدر نتورک داشتیم؟ تقریبا حدود 16384 نتورک داشتیم. در هر نتورکش این دو عدد قابل استفاده نیست. در کلاس سی چقدر نتورک داشتیم؟ در کلاس سی تقریبا ما شما 2,097,852 نتورک داشتیم. در هر نتورکش این دو عدد قابل استفاده نیست. یکیش میگیم ان آی دی، یکیش میگیم بی آی دی. این یک قسمت باز ما چکیده و شما مثال های ان آی دی و بی آی دی در کلاس ای بی سی را براتون ذکر کردیم. در کلاس ای، در کلاس بی، در کلاس سی کدام مثال ها ان آی دی گفته میشه. انشاءالله که لما گرفته باشین. بحث بعدی ما شما روی سابنت ماسک خواهد بود.